هر یک درجاتی به خاطر کارهایی که کرده اند دارند تا پاداش اعمالشان به طور کامل داده شود و ظلمی به آنها نمی شود. روزی که افراد بی ایمان به آتش جهنم عرضه می شوند، به آنها گفته می شود شما لذتهای خود را در دنیا بردید و از آن بهره‌مند شدید. پس امروز به علت این که به ناحق در زمین تکبر داشتید و نافرمانی می کردید، عذاب خار کنندهی جزای شماست. برادر قوم عاد را یادآوری کن، وقتی که در احقاف آنها را از عواقب کارشان می ترساند. در صورتی که قبل از او و بعد از او هم بیم دهندگانی آمده بودند، به آنها می گفت بندگی احدی غیر از خدا را نکنید، من از عذاب روز بزرگ بر شما می ترسم. به او گفتند آیا آمده ای که ما را از خدایانمان منصرف کنی؟ اگر راست میگویی عذابی که به ما وعده میدهی بر سر ما بیاور. گفت علم موقع آمدن آن فقط پیش خداست، من فقط رسالتی که به من داده شده به شما ابلاغ میکنم، ولی شما را افرادی نادان میبینم. چون عذاب را دیدند که به صورت ابری به طرف سرزمین آنها می آید، گفتند این ابری است که برای ما باران می بارد. گفت این طور نیست، بلکه این همان عذابی است که برای آمدن آن عجله داشتید. بادی است که در آن عذاب دردناکی وجود دارد. به فرمان خداوندش هر چیزی را نابود می کند، طوری که فقط بقایای خانه هایشان دیده می شود. ما گناهکاران را به این طرز مجازات می کنیم. ما با آنها قدرتی دادیم که به شما ندادیم و با آنها گوش و چشم و عقل داده بودیم، ولی وقتی منکر آیات خدا شدند گوش و چشم و عقلشان برای آنها فایده‌ای نداشت و عذابی که آن را مسخره می کردند آنها را فرا گرفت. ما شهرهای اطراف شما را نابود کردیم، آیات را برای آنها بیان کردیم شاید از کار غلط خود برگردند. چرا معبودهایی که برای نزدیک شدن به خدا درست کرده بودند آنها را یاری نکردند، بلکه پیدایشان هم نشد؟ اینها دروغ و افترای آنها بود. وقتی را یادآوری کن که دی از جنیان را پیش تو فرستادیم که قرآن را بشنوند، چون حاضر شدند گفتند ساکت باشید. وقتی تمام شد پیش قومشان برگشتند و آنها را از عواقب کارشان می ترساندند. گفتند ای قوم ما، کتابی را شنیدیم که پس از موسی نازل شده و مصدق کتابهای قبلی است، مردم را به راه حق و راه راست
هدایت می کند. ای قوم ما، دعوت کسی را که به راه خدا دعوت می کند اجابت کنید و به او ایمان بیاورید تا خدا گناهان شما را بیامرزد و شما را از عذابی پردرد پناه دهد. کسی که دعوت کننده خدا را اجابت نکند نمی تواند خدا را در زمین عاجز کند و اولیای غیر از خدا برای او وجود ندارند و در گمراهی واضحی هستند. آیا متوجه نشدند که خدایی که بدون زحمت آسمانها و زمین را خلق کرد می تواند مردگان را زنده کند؟ آری، خدا قادر به هر کاری است. روزی که افراد بی ایمان به آتش جهنم عرضه می شوند، به آنها گفته می شود، آیا این حقیقت ندارد؟ می گویند، آری، قسم به خداوندمان. خدا به آنها می فرماید، به علت این که منکر آن می شدید عذاب را بکشید. پس ای پیغمبر صبر داشته باش، همانطور که پیغمبران با اراده صبر داشتند و برای عذاب آنها عجله نکن. آنها وقتی عذاب ما را که به آنها وعده داده شده ببینند، مثل این است که فقط یک ساعت از روز در دنیا ماندند. این ابلاغی است. آیا کسی جز افراد خلافکار هلاک می شود؟